اصلا چی ما خیال میکنیم که قرآن هرچی خدا دلش خواسته دمر کرده این تو؟ من حیفه که ما دست به قرآن میگیریم، چون نمیتونیم حق قرآن رو ادا کنیم. اگر یک دنیای هندسه، یک دنیای فلسفه، یک دنیای علم، یک آکادمی بلند جهانی علم بود، آدم این حرفا رو بزنه حیرون بشه دنیا که این قرآن چقدر خدا حساب کرده، چند بار مت کرده و اینا رو پاره کرده، هر یه حرف یه حرف قرآن رو. این نیست ما خیال کنیم خدا همون بالا بعد یه چیز دمر کرده پایین، حالا یه مش آیه هم جمع جور شده همینطوری شده قرآن. اصلا انسان هوش از سرش میپره وقتی هندسه رو شما ببینید که در یک شکل هندسی با چند زاویه و مخروط با یک دائره و هلال دریای بیکرانی از اشکال بیرون ریخته میشه تو دنیا، و این رو امروز بشر فهمیده، ولی نتوانستیم ما این رو که بشر فهمیده بیاریم رو این کلمات و حروف و آیات الهی بریزیم و بگیم این فهمیدنش مشکل تر از اونیست که بشر فهمیده. کتاب میگیم وحی، وحی یعنی چی؟ نمیفهمیم اصلا یعنی چی، ولی میبینیم که حیرون میشیم، اصلا مجنون میشیم، اصلا میبریم، اصلا خودمون رو متلاشی میکنیم. این که میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این بر کوه نازل بشه متلاشی میشه، بر ما نازل نشده اصلا، یعنی نازل شده ما دورخیز کردیم، ما عرض کنم که در رفتیم از زیرش. اگه میریخ رو سرمون اون وقت معلوم شد خاشم مصدر من خشیت الله یعنی چی. بعد از یه عمر که آدم این قرآن رو عرض کردم که به حق قرآن کریم، هیچ کتابی اصلا کتاب نیست، ما دیگه هرچی کتاب بوده زیر رو کردیم از بچگی، نمیدونم ظاهریش غیر ظاهریش اینش فلسفه‌اش مسلفه‌اش اینا، همون کتاب ملا صدرا و شیخ اینا هم مثل کتاب مشبوره و زاکانی این اصلا کتاب نیست، یه بار آدم میخونه دفعه دوم دیگه نمیشه بخونی اصلا، پر غلط غلوطه، اصلا آدم کند میشه در استفاده از اینها از بس که مشکل داره. ولی به قرآن که میرسی بعد یک عمر اصلا آدم حیرون میشه. تمام کلمات قرآن در بیاری ببینید چند میلیارد میشه، چند میلیارد کلمه نداره که قرآن. چرا داره؟ با ترقیقا و تفخیماش اگه حساب کنیم بیشتر از چند میلیارد میشه. اگه ما یه مش آدم مفت پیدا کردیم اون وقت کلمه در میاریم از قرآن. حالا ما هرچی حرف بزنیم دیگه بی خوده. چرا؟ شما تمام کلماتو بریز بشم و مرتب کن چی از توش در میاد. حالا اینطوری هرچی بگیم آبا مثل این گفت سنگ بزرگ علامت نزدنه. خب نمیشه اینا رو دیگه وجب بکنی، نمیشه اینا رو، اینا خیلی کار میبره و حوزه های ما نقالیه، ما هم نقالی میکنیم چون زورمون نمیرسه کار دیگه بکنیم، نقالی میکنیم و الا اصلا این کارا رو نمیکردیم. آقا تا این کلمات رو نشماری، من ترقیق و تفخیم نکنم، استعلا استفلاش نکنیم، حرفاش در نهاریم بزنیم، نمیتونیم بفهمیم چی میگه، اصلا نمیشه. و باور کنید بدون کامپیوتر، بدون دستگاه، بدون اینها این کارها رو آدم کرده، اما حالا چجوری دمرش کنه انسان؟ کرده؟ دارم عرض میکنم نه برای نشستی بریم کامپیوتر بریم کار رو کرده. کامپیوترهای عظیمی تو عالم وجود داره که اصلا این کامپیوترهایی که غرب ساخته به گردش نمیرسه، با اون دستگاه ها باید این کارا رو کرد. وقتی میریزی تو خرطوم این ملک چنان اینا رو بالا پایین میکنه که اصلا عالم حیرون میشه. خیلی سنگین، خیلی سنگین این کارهایی که ما شب و روز میکنیم، اینا کاری ازش ساخته نیست، خیلی هم برای دنیا آخرتمون، برای مملکت و نظاممون نداره. باید بریم دنبال کار اصلی، باید بریم کار بکنیم، باید آقا تیشه ماله برداریم، آقا بزنیم بنای کنیم، اول تو سر کله خودمون بزنیم اینا. اگه مردیم که الهی شکر، در روز قیامت میگه خدای ما از غیرت دینی مردیم، چون دیدیم کاری ازمون نمیاد. اون چیه تو روایات اون همه داریم که آقا می فرماید
اگه اینطور مومن بمیره کاری نکرده. چقدر ما داریم که مومن الحمدلله ایش کم نمیمیره. قرآن یک کتاب عجیبیه.